بینندگان بسیار خوب، سلام. سنا روحانی هستم و خوشحالم که در این برنامه با شما عزیزان همراه هستم. همونطور که در جلسه قبل مهمان بسیار گرامیمون خانم ریاضتی وعده دادن که در این جلسه هم همراه ما باشند تا بیشتر به موضوع صلح بپردازیم، همونطور که ملاحظه می‌فرمایید به وعده خودشون وفا کردند و در این جلسه حضور دارن. بسیار خوش آمدید به برنامه ما و بسیار ممنون که به وعده خودتون وفا کردید خانم ریاضتی. خواهش می‌کنم. بنده هم بسیار خوشبخت و خوشبخت هستم که با شما همراه هستم در این برنامه و عرض سلام دارم خدمت تمامی بینندگان و شنوندگان محترم این برنامه. بینندگان عزیز، در جلسه قبل خانم ریاضتی اشاره فرمودند به نظام صلح عمومی و نظام جهانی که حضرت بهاءالله در مورد اون سخن گفتند، در حقیقت نظام فدرالی مشترک المنافع. و دوستان عزیزی که موفق نشدند جلسه قبل رو ملاحظه بفرمایند، شما میتونید رجوع بفرمایید به وبسایت نوین تیوی و آرشیو تمام برنامه ها در اونجا هست و میتونید اون برنامه رو ملاحظه بفرمایید. خانم ریاضتی، شما در جلسه قبل توضیحاتی در ارتباط با این نظام جهانی فرمودید و همینطور صحبتهایی فرمودید در ارتباط با اینکه این نظام وحدت در کثرت، کثرت و تنوع رو در بر میگیره و همینطور عدالت رو، و در ارتباط با جایگاه فرهنگ ها و نظام های سیاسی و ملت ها صحبت فرمودید. آیا ممکنه که امروز در حقیقت در ارتباط با جایگاه ادیان و این نظام جهانی صحبت بفرمایید؟ حتما حتما. نظام جهانی که حضرت بهاءالله اجزا و لوازم ضروری اون رو برای پیاده کردن صلح در آن برای دنیای آینده توصیه می‌فرمایند و هدایات لازمه رو عنایت کردند، یک نظام غیر مذهبی است. یعنی نظامی است که در آن تمامی ادیان این امکان رو دارند که به گفتگو با یکدیگر بنشینند و پیروانشون بتوانند که به راحتی اون چه رو که به اون معتقد هستند رو عمل بکنند. چون این نظامی ضد مذهب نیست، بلکه غیر مذهبی است. یعنی نظامی است که امکان و اجازه گفتگو و مذاکره همه ادیان و پیروان همه ادیان رو با یکدیگر به اونها میده. یعنی همون نظام سکولار هست که شما در موردش صحبت میفرمایید؟ وقتی میفرمایید که همون نظام سکولار، این تصور در ذهن من هست که کدام نظام سکولار، ولی البته تأکید بر قسمت سکولارش هست. یعنی بله، یک نظام سکولار هست. ولی این نظام سکولار نظامی است که البته نقد میکنه سایر نظام‌های سکولار رو که ممکن است که از تسلط حکومت بر ادیان هم حمایت و طرفداری بکنند. یعنی در نظام صلح‌آمیز حضرت بهاءالله که یک نظام سکولار هست، یعنی فقط یک نظام غیر مذهبی است، یعنی نظامی است که حاکمین سیاسی در آن علمای ادیان نیستند، در یک چنین نظامی دو نهاد دین و سیاست در امر یکدیگر مداخله نمی کنند، در امور یکدیگر مداخله نمی کنند. اما حضرت بهاءالله به نقد سکولاریزم هژمونیک می پردازند، یعنی سکولاریزمی یا نظام هایی که در اون دین و سیاست نه فقط از هم جدا هستند، بلکه حکومت از این جواز برخوردار هست که پیروان ادیان رو تحت فشار قرار بده و یا اینکه به اونها اجازه برآوردن شعائر یا مناسک دینی اونها رو نده یا اجازه سخن گفتن از دین خودشون رو نده. بنابراین
اون نظام های سکولار مورد تایید نیستن. درست. در اون نظام ها یک هژمونی یا یک تسلط حکومت بر مذهب وجود داره. بله. حضرت بهاءالله نه به رؤسای ادیان یا علمای ادیان اجازه تسلط بر حوزه حکومت رو میدهند و نه موافقند با اینکه حکومت بر نهاد دین تسلط داشته باشند. بنابراین در یک چنین نظام صلح‌آمیزی این دو نهاد در امور یکدیگر مداخله نمی‌کنند و هر دوی اونها از آزادی‌های برخوردارند که آزادی دیگری رو محدود نمی‌کنه و با اون آزادی دیگری هیچ مخالفت یا مغایرت نخواهد داشت. پس بنابراین در این چنین نظامی هم تنوع فرهنگ‌ها، تنوع ملت‌ها، سیاست‌های نظامی، ادیان و نژادها و قومها و تمام این تنوعها محفوظ میمونه و آزادیهاشون همچنان محفوظ میمونه، مادامی که هیچ کدوم بر دیگری تسلط نمی کنن و حق دیگری رو تضییع نمی کنن. بله، البته همینطور هست و حضرت عبدالبها هم بیانی دارند در لوح لاهه. بله. در واقع انجمن صلح لاهه انجمنی بودند که در زمان حضرت عبدالبها نامه هایی رو به ایشان می نوشتن و حضرت عبدالبها هم الواحی رو به اسم این انجمن برای اونها صادر کردند. مقصد و منظور این انجمن بنای صلح بوده. بله. و حضرت عبدالبها هم مقصد اونها رو مبارک دانستند و مشترک دانستند، می فرمایند که مقصد شما صلح عمومی است. اما در بیانی که دارند می فرمایند که این که فکر فقط حصر در بنای صلح عمومی باشه، اگر فقط در حصر در مسئله صلح عمومی باشه کافی نیست، بلکه باید دایره صلحی ترتیب داد که در اون تمامی ادیان عالم و فرق مقصد و آرزوی خود را در اون ببینند. یعنی توجه به همون تکثرات فرهنگی و دینی، و این یک امری هست مشخص. یعنی اینکه صلحی که مقصد نظر امر بهایی است، صلحی است که منافع مشترک همه گروه ها و فرهنگ ها در سراسر دنیا در اون مورد توجه و احترام قرار میگیره. و البته مراحلی هم که در آثار بهایی حضرت بهاءالله برای رسیدن به صلح اونها رو با اصطلاحات صلح اصلی